سلام به روی ماهتون، به کانال من خوش اومدید. آموزش امروزمون درست کردن این شیره توت بسیار خوشمزه و عالی هست که یک معجون بی‌نظیر برای درمان کمخونی و رشد بچه هاست. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شیره توت احتیاج داریم به مقداری توت که بهتر از توت‌های استفاده کنیم که کاملا پخته و رسیده باشن. میتونید از توت خشک هم استفاده کنید، ولی باید از 3-4 ساعت قبل خیس کنید. من این توت ها رو از قبل شستم و کاملا تمیز هست. حالا این توت ها رو درون یک قابلمه بزرگ بریزید و بهش کمی آب اضافه کنید. مقدار آبی که میریزید کاملا دل بخواهی هست. اگه آب بیشتری بریزید در نهایت شیره شما باید بیشتر بجوشه تا قوام بیاد، ولی کم هم نریزید تا در حین جوشیدن آب اون تموم نشه. حالا ظرف رو روی حرارت بذارید تا به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد حرارت رو سریع کم کنید، چون احتمال سر رفتن اون خیلی زیاده. وقتی شروع به جوشیدن میکنه کفهایی روی اون ایجاد میشه که بهتره مثل من با کمک یک قاشق این کفها رو مرتب جمع کنید، چون در نهایت باعث میشه یک شیره توت بسیار با کیفیت و خوب داشته باشید. به مدت یک ساعت اجازه بدید با حرارت ملایم توت ها بجوشن و کاملا پخته بشن. حتما هم در حین جوشیدن توت ها رو زیر رو کنید تا کاملا پخته بشن. در آخر هم با کمک گوشکوب یا مثل من با کمک بلندر به خوبی له کنید. این کار باعث میشه شما از تمامی توت ها به نحو احسن برای درست کردن شیره استفاده کنید. اگه ویدیو رو تا اینجا تماشا کردی بسیار خوشحال میشم که لایکش کنی و با گذاشتن کامنت و سابسکرایب کردن از من حمایت کنی. حالا همینطور که مشاهده میکنید یک کاسه بزرگ بردارید، روی اون رو آبکش بذارید و توتایی رو که کاملا له کردیم داخل یک پارچه توری بریزید. حالا چهار طرف این پارچه توری رو بالا بیارید و بپیچونید تا آب این توت ها کاملا خارج بشن. میتونید مثل من یک جسم سنگین رو روی اون قرار بدید تا وقتی که توت ها کاملا سرد شد اون موقع شروع کنید به فشار دادن توت ها تا دستتون نسوزه. پس همینطور که میبینید آب توت ها رو کاملا با کمک فشار دست بگیرید. در نهایت هم برای اینکه شیره توت کاملا شفاف و خوبی داشته باشید بهتره که مثل من یک بار از الک هم رد کنید. اینجوری دیگه هیچ توفاله توتی داخل شیره توت نیست و شیره توت شما کاملا یک دست و شفاف هست. حالا ظرف رو روی حرارت بذارید تا با جوشیدن غلیظ بشه و آب اضافی اون کم بشه. این مدت زمان تقریباً 2 ساعتی طول میکشه. کفهایی هم که روی سطح اون ایجاد میشه سعی کنید حتما بردارید تا شیره توت بسیار شفاف و عالی داشته باشید. بفرمایید این هم از شیره توت بسیار خوشمزه که با هم دیگه درست کردیم. نگران رقیق بودنش هم نباشید، وقتی که سرد شد سفت میشه. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید و وقت خودتون رو به من دادید. امیدوارم شما رو در ویدیوهای بعدی خودم ببینم. لایک و سابسکرایب نیز فراموشتون نشه. حتما این معجون خوشمزه رو درست کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. خدایا رو نگهدارتون.